سلام به همگی، من شاهینم و به کانال فیلم نیشو خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید سریال هاکای پخش شد و دو قسمتش هم با هم دیگه اومد. تو این ویدیو قرار قسمت اول فقط بررسی بکنم، چون نکته‌های ریز و ایسترگ و نکات مخفی و اینا زیاد داره. به خاطر اینکه تایم ویدیو زیاد نشه تو این ویدیو قسمت اول بررسی می‌کنم. تو ویدیوی بعدی که انتشار میدم اونجا میایم که قسمت دومو کامل مثل همین قسمت اول موشکافی می‌کنیم و بررسی کاملی روش انجام میدیم. پا بهتره که کانال که سابسکرایب میکنید زنگوله کنارش هم بزنید و فعالش بکنید که ویدیوی بعدی رو که ساختم خیلی راحت نوتیفیکیشن بیاد براتون و متوجه بشید که ویدیو جدید آماده شد و راحت بیاید اون رو نگاه بکنیدش. پس بریم سراغ بررسی. وقتی که سریال شروع میشه اولین نکته که میتونید ببینید توی لوگوی مارول، اگه به لوگوی مارول دقت بکنید اون قسمت سمت حالا چپ لوگو رو اگه نگاه بکنید می‌بینید که صورت شانگ‌چی هم نشون میده و داره نشون میده که شانگ‌چی هم به MCU اضافه شده. سریال از سال 2012 شروع میشه. سال 2012 همون جایی بود که اولین بار اونجر دور هم دیگه جمع شدن، اون حمله چیتاریا رو داشتیم. اگه دقت کنید اون سال 2012 رو به رنگ زرد و نارنجی مانندی نوشته. این رنگ برگرفته از کومیک بوک هاست که حالا جلوتر بریم بیشتر در موردش توضیح میدم بهتون. در ابتدای سریال قرار با کیت بیشاپ جوون آشنا بشیم و وقتی که داره اون میزش رو نشون میده اگه دقت کنیم میبینیم که جوایز تیراندازی با کمان و از اون طرف هم شمشیربازی برنده شده که اینم برگرفته از کومیک بوک هاست و میتونم بگم تو خط این قسمتش قشنگ رفته جلو، چون اون تو کومیک هم یه شمشیرزن خیلی ماهره. اگه دقت بکنید همونجا یه قاب عکسی هم هست که داره کیتو نشون میده که داره صخره نوردی میکنه. این داره جلوتر فیلمو پیش بینی میکنه، اون قسمتی که کیت از اون ساختمون میره بالا حالا با تیر میخواد بزنه به اون ناقوسی که هستش، داره دقیقاً جلوتر خودشو پیش بینی میکنه. توی سکانسی داریم میبینیم که کیت داره یواشکی گوش میده جرابسی که پدر مادرش با هم دیگه دارن. اونجا اگه نگاه بکنید بحثی که هست سر اینه که میخوان خونه رو بفروشن، ولی خب جیمز نمیخواد این کار انجام بده، ولی الینور یه تیکه میندازه، میگه قرار نیست هیچ راه حلی از آسمون به زمین بیادش. اگه دقت کنید بعدش هم اون اتفاقات سال 2012 و اون هجوم حالا چیتاریا میفته که حالا پنتهاوسشون هم یه مقدارش داغون میشه اینا. اگه نگاه کنید داره یه تیکه به اینجا میندازه. جلوتر هم که فیلم میره متوجه میشیم که اونا خونهشون رو از سانتا دانون دارنش، حالا نمیدونیم بیمه جیمز استفاده کردن یا از طرف دیگه راه حل دیگه پیدا کردن که فعلا مشخص نیست و ما هم نمیدونیم. بحثی که جیمز و لنور دارن وقتی تموم میشه که متوجه میشن که کیت داره حرفای اونا رو گوش میده. اون سکانسی که جیمز میاد تو اتاق که کیتو ببینه دقیقاً شبیه اون سکانسی که تونی میره تو اتاق که با دختری صحبت بکنه، داره یه یادآوری به اون سکانس میکنه. مرگ پدرش دقیقاً باعث این میشه که اون توی زندگیش از نظر روحی و روانی یه جاهای خالی زیادی رو احساس بکنه و یه سری مشکلاتی داشته باشه. به خاطر همین هم هستش که سمت کلینت کشیده میشه. اگه دقت کنید تو اون سکانسی که توی اتاق کیت میره اون گوشه دم پنجره یه سگی داره نشون میده که این سگی که داره نشون میده در اصل سگی که جلوتر قراره توی سریال ببینیم و پیش بینی میکنه و از الان به اون میگه. تو اون سکانسی که کیت و مادرش هستن و چند تا تیکه غذا پرت میکنه و الینور با دهنشون رو جمع میکنه، یه طورایی داره نشون میده احتمال داره پشت تمام این قضایا مادر خودش باشه. مارول عادت داره که همیشه همه چی از روی کمیکش جلو نره، ولی خب میشه یه سری سرنخ رو توش پیدا کرد. توی داستان کمیک قضیه برعکس این اتفاقاتیه که توی فیلم میبینیم. اونجا ظاهرا مادرش میمیره و چندین سال بعد برمیگرده و معلوم میشه که پشت پرده تمام کاری که مادام ماس میکرده مادرش بوده. الان اومده مارول یه مقدار اینا رو همه رو با هم دیگه قرمقاطی کرده، معلوم نیست چجوری، ولی داره بازم یه طوره نشون میده که احتمال این که الینور همون مادام ماس باشه زیاده. تو سکانسی که کیت داره تو خونه دنبال پدر مادرش میگرده اگه دقت کنی تون رنگ بنم زیاد دیده میشه که داره نشون میده که قراره بعدن این رنگ اختصاصی بشه برای کیت. میبینیم که کیت بعد از مرگ پدرش شروع میکنه به یادگیری
تیراندازی و از طرف دیگه میبینیم که داره توی تیتراژ نشون میده اون هم پیشرفت میکنه و بالاتر میره و کاراته یاد میگیره و هی خودشو قوی تر میکنه که اگه دو مرتبه اتفاقی افتاد براش آماده باشه. و این الهامات از جایی گرفتش که هاکای اونو نجات داد، یه طوری شد اون نمادی برای اینکه اونم تبدیل بشه به یه آدمی و یه قهرمان جدیدتر. و اگه دقت کنید این یکی از بهترین سکانس‌هاییه که ما توی فیلم‌های مارول دیدیم، چون اون تون رنگی هم که توی اون تیتراژ می‌بینیم ازش استفاده شده و حالاتی که داره شبیه به خود کمیک اصلیه و اون رنگ بنفش یا سیاه‌سفیدی که توش می‌بینیم دقیقاً از کمیک برداشته شده. خب تا اینجا یه سری نکات رو گفتم، لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو حتما روشن بکنید چون این قسمت اول سریال تازه و ویدیوی قسمت جدیدم دارم آماده میکنم براتون. پس بریم سراغ ادامش. خب ما توی سکانسی داریم میبینیم که کیت یه برجی داره میره بالا و میره اونجا که با تیر تیرکمونش بزنه به اون آغوسی که هست، صدا زنگش در بیاره. وقتی که تیر اولش خطا میره، تیر دومش اگه نگاه بکنید یه گیره میذاره سر اون تیر و بعد شلیک میکنه. این شلیکی که داره انجام میده و اون مدل تیری که درست میکنه شبیه تیرایی که هاکای درست میکرد. و اگه دقت بکنید تو خود کمیکام اینطوریه که مدلای مختلف تیر داره و هر کدومشون برای یه ترفند و یه جای خاصی ازش استفاده میشه. اونا دقیقا با اون مدل سرتیر درست کردن یه طوری داره یادآور حرکتایی میشه که هاکای میکنه. توی منهتن اون ایستگاه مرکزی که داره نشون میده دقیقاً همون جاییه که سال 2012 برای اولین بار اونجر دور هم دیگه جمع شدن. اگه دقت کنید اونجا یه مراسم موزیکال داره برگزار میشه، یه پوستر داره که عکس کاپیتان آمریکا روشه، بالاش شعاری نوشته، نوشته یک موزیک تمام آمریکایی برای قهرمانای آمریکایی، برای تمام قهرمانای آمریکایی نوشته روش. و اگه نگاه بکنید این پوستری که هستش خیلی شبیه به پوستر فیلم همیلتونه. توی قسمت نمایش اگه دقت بکنید یه جایی نشون میده که لوکی سوار یه دونه این چیتاره هاست و داره حرکت میکنه میره مدل مقوایشو درست کردن. و وقتی هم که کلینتون رو میبینه یه واکنش صورتی نشون میده که یادآور اون صحنه سال 2012 است که سمت لوکی یه تیری پرتاب که ولی لوکی تیرو گرفتش و بعد از اینکه تو دستش بود یه دفعه منفجر شد اون تیر. این دقیقاً داره به اونجا اشاره میکنه. توی سکانس نمایش یه جو می‌بینیم که اون پیشخدمت حذف شده که توی اونجر بودم دارن نشون میدن که اون نکته جالبی برای خودش. اگه دقت کنید می‌بینید که توی گوش کلینت یه دونه سمک قرار داره. این سمک دقیقاً برگرفته شده از همون سری کمیکا. اگه دقت کنید توی کمیکا داستان اینطوری بوده که اون دیگه حالا یه حالت آدم عادی شده بوده و در حال طلاق بوده و ناشنوا هم شده بوده، این شنوایی گوشش رو دست داده بوده و در کنارش هم یه صابخونه داشتش که همش رو راستو شما میرفت. اون سکانسی هم که میرید اون دختر بچه رو میبینه از دو سالان میذاره میره بیرون، به خاطر اینه که اون دختر بچه اون مدل موهایی که داره دقیقاً شبیه مدل موهای ناتاشاست. دقیقاً توی فیلم اونجر قسمت آخریتون باشه اونجا که ناتاشو میپره پایین همچین مدل مویی داشت و بافت موش هم اینطوری بود، به خاطر این بود که اونجا میزانه بیرون. بعدش هم که میره تو اون دستشوی اگه نگاه بکنید اونجا نوشته که تانوس درست میگفتش. این برمیگرده به اتفاقاتی که داره توی فیلم اترنال میفته. خب حالا بریم سراغ جک که چرا اینقدر توی خونه شمشیر داره و عشق شمشیر اصلا داستانش چیه، چون میبینیم که توی اون حراج هم علاقه دارید به این داره که بتونه اون شمشیر رونینو بخره. اگه دقت بکنید فامیلیش دوکینه. دوکین یکی از شخصیت‌های مارویله که خیلی تو شمشیر زنی هم مهارت داشته. حتی تو یکی از کومیکا اومده که اون کسی بوده که به کلینت آموزش داده و یادش داده که چیجوری تمرین بکنه و این مهارت‌ها رو به دست بیاره. یه نکته تو اون حراج هستش که با کومیک متفاوته. توی کومیک اینطوریه که وقتی که کیت میره اونجا خودش به عنوان مادام ماسک جا میزنه و میره توی اون مراسم که اونجا حالا کینگ پینگ و اما فیسک هم هستش. و از طرف دیگه نکته که وجود داره اینه که وقتی که اون وارد اونجا میشه بجز حالا اون لباس رونینی که هستش یه فیلم VHSی هستش که داره تو اون نشون میده که رونین کسی بوده که یه دیکتاتور رو به قتل رسونده و چهره واقعی هاکای اون تو معلومه. به خاطر همین کیت میره اونجا و اون فیلمو ورداره خیلی چیزا براش مشخص میشه، ولی خب توی فیلم اینطوری نیستش. ما میتونیم یه نکته داشته باشیم که النار همون مادام ماست که چرا؟ چون خودش اگه دقت کنی تو قسمت حراج که اون پایین داره اتفاق میفته شرکت نکرده، چون تو وقتی خود یه چیزی گوشتی برای فروش نیازی نداره که خود بری به عنوان خریدار بشینی روش قیمت بدی و برای خودش بالا با خیال راحت نشسته و مشکوک میزنه و احتمال داره که خودش مادام باشه.
این مدرکی که در مورد صحبت کردیم که توی حراجی که تو کمیک بوده وجود داشته، اون فیلمی که هست، خیلی چیزا رو روشن میکنه، ولی خب اینجا نیومده. و از طرف دیگه حتی توی کمیکا یه جایی کلینت با همون لباس رونین میادش پیش کیت، که اصلا میگم خیلی اینجاها رو با هم دیگه متفاوت کردن که این قضیه زودتر لو نره. اگه دقت بکنید یه جروبسن بین عموی دوکین و از اون طرف الینور اتفاق میفته که باز داره یه طور نشون میده احتمال داره الینور پشت تمام قضیه باشه، و از طرف دیگه خب امکان داره فیسک باشه یا خود جک باشه یا هم آرماندو، اینا بالاخره احتمال داره یکیشون توی این قضیه نقش داشته باشن. یه نکته در مورد آرماند بگم که توی کومیکا اون پدر جک بوده و حتی برای تولد 18 سالگیش بهش یه شمشیرم به عنوان هدیه میده، ولی خب اینجا میبینیم که خبری این قضیه نیست. بعد از این که توی اون مراسم هستن، کیت که از اون مراسم میادش بیرون، یه سگی میبینه، با اون سگ آشنا میشه. اون سگ توی کومیک بوکا سگ ایوان رئیس اون مافیا حالا لباس ورزشی هاست، که بعدا با یه ماشین تصادف میکنه، یه چشش هم کور میشه، بعد اونو ولش میکنه میره. بعد کلینت که میاد اونو نجاتش میده، میبرتش حالا دامپزشکی، این صحبت ها حالش که خوب میشه میارتش تو خونه و خودش از اون نگهداری میکنه. اولا بهش میگفته ارو، حتی بعدا اسمش تغییر میکنه میشه لاکی. بعدا یه جایی میبینیم توی خود کومیکا هم هستش که داره یه جعبه پیتزای جلوشه، اون جعبه پیتزا رو میخوره، بعدا اسمش میشه سگ پیتزایی. اگه دقت کنید اون مافیا لباس ورزشی لباس رونین رو میشناسن، و معلوم میشه که قبلا کلینت با چند تا این گروه های مافیایی که داخل شهر بودن درگیر شده و حسابی با هم دیگه زد و خورد داشته. این احتمال اومدن فیسکو توی سریال خیلی زیاد میکنه و احتمال داره اصلا ما اونو توی اسپایدرمن نووی هوم هم ببینیمش. اگه به اتفاقاتی که توی حراج داره میفته و از طرف دیگه تمام این چیزایی که گفتم دقت کنید، متوجه میشید که چرا ولنتاینو دنبال اینه که حالا یولینا رو بفرسته که بره دخل هاکایو بیاره. معلومه که تو این 5 سال اطلاعاتی تونسته از گذشته اون به دست بیاره که ما در موردش نمیدونیم، پس یکی از انگیزه این که میخواد اونو از بین ببره اینه. اگه یادتون باشه توی سریال لوکی هم یه جایی توی اون تی وی ای بودش که ما یه مردی با لباس ورزشی و اینا، حالت قرمز هم لباسش، و داره یه طوری شاید به این اشاره میکنه که در ادامه قرار بوده ما یه همچین سریالی ببینیم که قرار با این مافیا گروه لباس ورزشی درگیر بشیم، یا اینکه شاید میخواد لوکی اینجا دیده بشه، ولی خب اینا همه احتمالش خیلی کمه. اگه دقت کنید یه جای اون مافیا یه ساعتی رو پیدا میکنن که اون ساعت متعلق به اونجر بوده. حالا نمیدونی این ساعت به چه دردشون میخوره، همینطوری یه ساعت معمولیه یا یه ساعتی شبیه اون ساعتیه که تونی داره تبدیل به سلاح میشد و با شلیک میکرد. حالا در مورد این زیاد اطلاعات نداریم فعلا. اونجا که لاکی همون سگه میاد نزدیک ماشین میشه و کیت میاد نجاتش میده، داره یه طوری استرک میزنه و اشاره میکنه به اتفاقی که توی کمیک افتاده و اون تصادف کرده، ولی خب اینجا که این اتفاق براش نمیفته و رد میشه میره. توی ویدیو دوم حتما بیشتر در مورد ارتباطی که کیت و کلینت با هم دیگه دارن صحبت میکنیم و بیشتر در موردشون توضیح میدم بهتون. در کنار تمام چیزایی که بهتون گفتم، اگه بخواید یه بررسی روی این قسمت داشته باشین، میتونم بهتون بگم که این شاید یکی از ضعیفترین شروعایی بود که سریالایی که تا الان مارول ساختن داشته، و از طرفی حالا درست یه سری نکات مثبتی توش وجود داشت و جالب بود، مثلا اون صحنه تیتراژی که در مورد صحبت کردیم یا نکته‌ای که داخلشه، ولی میتونم بگم که فعلا خیلی ضعیف عمل کرده و اومده جلو. و از طرفی خب چون این کاراکتری هستش که زیادم کسی بهش علاقه نداره اونطوری مثلا کاپیتان امریکا و آریمن و بقیه کاراکترهای دیگه، شاید همین این نکته باعث بشه که کارگردان باید تلاش خودشو بکنه که خیلی بهتر از این بتونه که این فیلمو جلو ببره و داستانو معیشتر بکنه تا مردم بیشتر جذب این سریال بشن، چون هاکا همینطوری کم طرف داره و اگه بخواد سریال همینطوری بره جلو، اونایی که دارن دنبالش میکنن یه نقطه دیدنش ناامید میشن. پس امیدوارم که تو قسمت‌های بعدی اتفاقات بهتری بیفته و روند سریال بهتر و رو به جلوتر و تندتر و از طرف دیگه معیشتر بشه. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودی. اگه این ویدیو خوشت اومده حتما اونو لایکش کن، کانال سابسکرایب کن و زنگوله کنارش فعال کن. زنگوله هم که میدونی اون نوتیفیکیشن رو با فعال کردنش من ویدیو بسازم شما متوجه میشی، و از طرف دیگه وقتی که اونو فعالش میکنی داره من حمایت میکنه، یوتیوب این حمایت کردن تو میبینه و هوای منو بیشتر داره. و یه نکته دیگه هم، اگه دوست داشتی میتونی ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذاری، برای اونا هم بفرستی تا اونا هم بدونن. اگه نکته ای هم که شما توی فیلم دیدی من متوجه نشدم، تو قسمت کامنت رو با من در میون بذارید، و منتظر قسمت دوم هم با
باشید که قراره به زودی قسمت دوم هم منتشر بکنم و مثل همین قسمت اونم یه موشکافی داشته باشیم و اطلاعاتش همه رو بهتون بگم. پس تا ویدیوی بعد، بدرود.